این هفته رئیس مایکروسافت ساتیا نادلا افشای دستکاری‌های آنلاین چین و انیمیشن نفرت انگیز. بعضیا میگن خبر جعلی یا فیک نیوز، بعضیا میگن دروغ پراکنی یا فریب آنلاین، یا حتی جنگ اطلاعاتی. قولهای فناوری بهش میگن فعالیت‌های هماهنگ غیر موثق. مواردی مثل اخبار دروغ روی فیسبوک یا بات‌هایی که نظرهای افراطی رو روی توییتر برجسته می‌کنن. چیزی که با قطعیت می‌دونیم اینه که دولت‌های مختلف یاد گرفتن از این شیوه‌ها در راستای اهداف خودشون و علیه دیگران استفاده کنن. مثل مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا یا پخش اطلاعات نادرست به دست چین. اما یک نهاد است که دامنش از اتهام دروغ پراکنی عمدی پاک مونده. اونم ویکی‌پدیا است. ویکی‌پدیا بزرگترین مجموعه دانش بشره، شاید بشه گفت اولین شگفتی دیجیتالی جهان، سرچشمه همه دانش اینترنتی. ویکی‌پدیا انگلیسی نزدیک به 6 میلیون صفحه داره و 18 میلیارد بازدید ماهانه از صفحات. از همه مهمتر اینه که ویکی‌پدیا بر پایه آرمان‌های اولیه اینترنت بنا شده. شفافیت، غیر انتفاعی بودن و با امکان دسترسی و ویرایش همگانی. آدم باید ساده‌لوح باشه که هر چی روی فیسبوک بخونه باور کنه، ولی ویکی‌پدیا فرق داره. دست کم فکر میکنیم که فرق داره و لشکر کاربرها و درستی سنجان اجازه نمیده اطلاعات غلط منتشر بشه و باقی بمونه. ولی بررسی‌های تازه ما در کلیک نشون میده که ممکنه دولت چین برای منافع خودش قصد داشته باشه که ویکی‌پدیا رو دستکاری کنه. گزارش کارل میلر رو ببینید. دعوا و اختلاف نظر واقعی سر محتوای مقاله های ویکی‌پدیا از روز اول بوده. خرابکاری هم بوده، به همین خاطر ویکی‌پدیا شیوه هایی در پیش گرفته که با نیروی متشکل از بات و ویراستارهایی که اختیارات ویژه دارن شب و روز از این دانشنامه همگانی حفاظت کنه. اما واقعا چجوری میشه جلوی افراد یا از اون بدتر دولت ها رو گرفت که از این سایت برای مقاصد خودشون سوء استفاده نکنن؟ این سوال شاید بیش از یک ساله که ذهن من رو مشغول کرده. چیزی که اولین بار توجهمو جلب کرد این دو گزارشه. هر دو به چینی نوشته شده بود که ما دادیم ترجمه کردن. یکی رو یک مقام رسمی چینی نوشته، اون یکی رو دو تا آدم دانشگاهی. روی هم نشون میدم ویکی‌پدیا چطور کار میکنه و چطور میشه روش اثر گذاشت، و هر دو گزارش استدلال میکنن که حتما باید این کار رو کرد. پیشنهادشون از اضافه کردن مدخل‌های جدید هست تا ویرایش مدخل‌های موجود و پرورش جریان‌هایی که افکار بقیه رو شکل بدن. در کنار همه اینها استفاده از کلام برای تغییر و تعدیل تصویر چین هم هست. در هر دو گزارش تصریح شده که ویکی‌پدیا منبع اطلاعاتی بسیار مهمیه که مردم از همه جای دنیا بهش رجوع می‌کنن. در این حال این ایراد هم طرح شده که محتوای این سایت بعضن گمراه کننده و مغرضانه نوشته شده و چهره حکومت و ملت چین رو مخدوش می‌کنه. نکته اینه که نویسنده گزارش ها معتقدن این مشکل رو نمیشه با کاربرهای داوطلب حل کرد. یکیشون نوشته حکومت چین هم باید فعالانه اقدام کنه. یکی از مواردی که بهش اشاره شده تایوانه. تایوان جزیره یه در جنوب شرقی خاک چین. چینی ها تایوان رو یکی از استانهای چین میدونن که یاغی شده و سرکشی کرده. طبعا خیلی از اهالی تایوان نظر دیگه ای دارن. در نتیجه عجیب نیست اگر جنگی بخواد در ویکی‌پدیا شکل بگیره، تایوان جبهه مناسبیه. با این پیش زمینه رفتم به هکاتون در تایپه، پایتخت تایوان، تا با ویکی‌پدیا بازهای تایوانی صحبت کنم. امسال خیلی سال عجیبیه. خیلی از ویکی‌پدیایی‌های تایوان اونقدر اذیت شدن که ویکی‌پدیا رو گذاشتن کنار. یکم بعد چند تا مثال از دستکاریایی رو که میگفتن روی ویکی‌پدیا و سر موضوعهای مرتبط با چین رخ داده بهم نشون دادن. یکی از این موارد ماهیت تایوانه. اینکه آیا تایوان یک کشور مستقله یا یکی از استانهای چینه. مدام مقاله‌های تایوان رو عوض می‌کنن، هم به انگلیسی هم به چینی. هر بار نظر تایوانی‌ها رو حذف می‌کنن و فقط موضع طرف چینی رو می‌ذارن. واقعاً؟ همین می‌نویسن تایوان بخشی از چینه، یکی از استانهای چین. یعنی اینجور نیست که خرابکاری کنن. صرفاً لحن متن رو کمی عوض می‌کنن و از چیزی که هست تغییرش میدن به چیزی که خودشون می‌خوان. چند وقت این ماجرا ادامه داره؟ سال‌هاست. سال‌ها؟
مثال‌هایی از این دست زیاد بود. مثلا جزایر سنکاکو که در واقع محل مناقشه است. اما توی صفحه‌های مندرین ویکی‌دیتا نوشته بودن قلمروی همیشگی چین. در ویکی‌پدیا نماینده‌های منتخبی هستند که میتونن مقاله ها رو پاک کنن یا جلوی ویرایششون رو بگیرن. ولی ویکی‌پدیا بازهای تایوان میگن روند انتخاب این نماینده‌ها هم به خاطر بالا گرفتن جو تهدید و ارعاب مختل شده. ویکی‌پدیا بازهای تایوانی یا کاربرهایی که روی ویکی‌پدیا نظرهای مخالف چین می‌نویسن فحش می‌خورن، اذیت میشن. ویکی‌مدیای جهانی چی میگه؟ شاید به خاطر اینه که آمریکایی‌ان و در جریان نیستن. براشون مهم نیست. لحن خشن توی ترجمه معلوم نمیشه. هدرفورد در مورد ویرایش سیاسی مدخل‌های ویکی‌پدیا تحقیق کرده. هر جا که یک گروه با انگیزه و منابع قوی بخواد یک خط سیاسی مشخص رو روی مقاله های ویکی‌پدیا ثبت کنه، خیلی راحت این کارو میکنه و کاربرهای داوطلب ویکی‌پدیا حریفش نمیشن. ما تو بررسی‌های خودمون نزدیک 1600 مورد در 20 موضوع مختلف پیدا کردیم که محتوای ویکی‌پدیا جوری عوض شده که به طور کلی به موضع دولت چین نزدیک بشه. برای اینکه بهتر از ماجرا سر در بیارم، رفتم سراغ یکی از کسانی که در زمینه رسانه‌های اجتماعی چین و امنیت سایبری تخصص داره. ترویج روایت چینی در یکی دو سال گذشته یکی از مسائل و موضوعهای مهم سیاست چین بوده. باورشون اینه که بقیه دنیا تصویر نادرستی از چین دارن و دچار سوء تفاهمن و برای اینکه بشه باهاشون ارتباط سیاسی خوب برقرار کرد، باید یک تصویر مثبت از چین خلق کرد. اگر مقاله‌های مرتبط با اعتراض‌های اخیر هنگ کنگ رو نگاه کنین، نسخه‌های انگلیسی و چینی کاملاً فرق داره. مثلا اینجا دو نفر در یک روز 52 بار یک مدخل رو ویرایش کردن. اختلافشون سر اهداف معترضان بوده و لحن و ادبیات مقاله مرتب عوض شده. مثلا اینکه مردم رو باید معترض خطاب کرد یا آشوبگر. شرلی یو معتقد اینکه یک ابرقدرت نوپا بخواد روایت خودش رو جا بندازه کاملا طبیعیه. China feels like a Hong Kong issue. It's my issue. I own the issue. ذهنیت چینی‌ها اینه که هنگ کنگ مسئله منه و چون مسئله منه من باید در این باره حرف آخر رو بزنم. در نتیجه تنها دغدغه و هدف چین اینه که از مواضع سیاسیش دفاع کنه. مسئله‌شون فقط چینه. دنیای آنگلوساکسون به ویژه در 4 دهه اخیر چین را از دریچه غرب دیدن و در قالب یک چارچوب سیاسی اقتصادی غربی تفسیر کردن. حالا چین میخواد روایت خودش را از نگاه خودش بگه. فکر میکنم این نه تنها مزیت که وظیفه چینی هاست. And I think today China does owe the world a China story told by itself and from a China's perspective. I think it's not only a Chinese privilege, it's really a responsibility. واقعیت اینه که ما نمیدونیم ابعاد این ماجرا در گستره بیکران زبانهای مختلف ویکی‌پدیا چقدره و راهی نداریم که بفهمیم دولت چین قطعاً پشت این کارهاست یا نه. کاملا قابل تصوره که کسانی بیرون چین باشن، چینی‌های میهن‌پرست که مدخل‌های ویکی‌پدیا رو ویرایش کنن. اما بیان این نکته نباید باعث بشه فراموش کنیم که دولت هم یک برنامه بزرگتر و سازمان‌یافته‌تر داره که از این پلتفرم‌ها به نفع خودش استفاده کنه. هدرفورد هم معتقد مداخله حکومت‌ها در جایی مثل ویکی‌پدیا اصلاً عجیب نیست. راستش من متعجبم که اینقدر طول کشیده. در نظر بگیرین که ویکی‌پدیا پنجمین وبسایت پربازدید دنیاست. تقریباً هر بار از سیری یا گوگل چیزی می‌پرسین، جوابش رو از ویکی‌پدیا براتون میاره. بنابراین یک منبع درجه یک دانش و اطلاعات در مورد جهانه. اگه شما بتونین روی محتواش اثر بگذارین، در واقع دارین روی درک و برداشت مردم از حقیقت اثر میگذارین. influencing how people are understanding and perceiving what the truth is. این هفته دستگاهی که سامسونگ برای ارسال سلفی به فضا اعزام کرده بود، در باغ پشتی یک مزرعه در میشیگان به زمین سقوط کرد. خوشبختانه کسی مجروح نشد. این گول فناوری کره‌ای از یک تلفن همراه تاشو با یک نمایشگر تا شدنی رونمایی کرده. امیدواریم این گوشی از نمونه قبلی گوشی تاشو که خود سامسونگ ساخته بود موفق‌تر باشه.
توییتر هر گونه توییت سیاسی رو که بخوان با پرداخت پول تبلیغش کنن ممنوع کرده و گفته چون این پیام‌های سیاسی باید به دست بیان نه اینکه خریداری بشن. این اقدام منجر به فشار روی شبکه اجتماعی رقیب توییتر یعنی فیسبوک خواهد شد که اخیراً ممنوعیت تبلیغات سیاسی رو رد کرده بود. و فیسبوک موافقت کرد که مبلغ 648 هزار دلار جریمه صادر شده از سوی سازمان نظارت بر حفاظت از داده‌های بریتانیا رو در ارتباط با رسوایی کمبریج آنالیتیکا بپردازه. ولی به عنوان بخشی از توافقنامه فیسبوک هیچ گونه مسئولیتی نخواهد پذیرفت. واتساپ از زیر مجموعه فیسبوک از یک شرکت نظارتی اسرائیلی به نام NSO Group شکایت کرده. واتساپ مدعیه که این شرکت با ایجاد حساب‌های مختلف با اهداف جاسوسی به حدود 1400 دستگاه گوشی همراه کدهای آلوده فرستاده. NSO Group این ادعاها رو تکذیب کرده و گفته با جدیت باهاشون مبارزه خواهد کرد. یک شرکت آمریکایی یک جفت عینک هوشمند تولید کرد که برای بهبود تمرکز و جلوگیری از حواس پرتی طراحی شده. ناربیس ادعا میکنه که اسکرهاش مشخصات فعالیت مغز فرد رو اندازه میگیرن و اگه به این نتیجه برسند که حواسش پرت شده، عینک تیره و مانع از حواس پرتی کار برمیشه. به نظر میرسه هزینه حواس پرتی یکم بالا رفته، چون وقتی این عینک ها در ماه دسامبر ارائه بشن 690 دلار قیمت خواهند داشت. ما اینجا در رویداد مایکروسافت فیوچر دیکودد هستیم، یا رویداد رمزگشایی از آینده مایکروسافت، جایی که میخوایم ببینیم هوش مصنوعی چه تغییراتی در آینده محیط‌های کاری به وجود میاره. اگه یادتون باشه قبلاً مایکروسافت یه بار با ویندوز همه چی رو تغییر داد و این شرکت تبدیل شد به ارزشمندترین شرکت دنیا و بیل گیتس رئیسش شد ثروتمندترین فرد دنیا. اما بعد از اون بود که همه چی خورده به هم ریخت. مایکروسافت انقلاب موبایل رو از دست داد و عرصه رو واگذار کرد به اپل و گوگل. بعد از اون رئیس تازه‌ای اومد و اون باز تعریف کرد همه چیزها رو در مایکروسافت. دیوی همکار ما رفته به سراغ این فرد و تیمش تا دورنمایی از آینده مایکروسافت به ما بده. این هفته ساتیا نادلا مدیرعامل مایکروسافت رفته بود نیویورک که محصولات جدیدی رو که شرکتش داره میسازه به نمایش بذاره. اما قبل از اینکه محصولات رو به همه نشون بده از من دعوت کردن برم به آزمایشگاهشون در سیاتل، جایی که این وسایل جدید با روش‌های گاه عجیب و اونطور که خواهید دید دردناک طراحی و تکمیل میشه. اینجا مهندسا مدام نمونه‌های آزمایشی می‌سازن و طراحیشون رو عوض می‌کنن. هر نمونه رو از جهات مختلف آزمایش می‌کنن تا برسن به طرح نهایی که میره چین برای تولید انبوه. ولی این اتفاق تا وقتی 100 جور آزمایش عجیب و غریب روی محصول نکردن نمی‌افته. اینجا آزمایشگاه عوامل انسانی مایکروسافته. اینجاست که آزمایش می‌کنن ببینن ظاهر و احساس یه وسیله چطوره. مثلا در نورهای مختلف چطور به نظر میرسه، توی خونه یا بیرون زیر آفتاب. فرایندی که در آزمایشگاه عوامل انسانی رخ میده جزء اسرار مهم شرکته. در واقع اونقدر سریه که حتی بعد از اینکه محصول به بازار اومد هم افشا نمیشه. کار این آدم ها جوریه که اگر درست انجامش بدن من و شمای مصرف کننده اصلا متوجه نمیشیم چقدر کار کردن. این دستگاه امواج مغزی من رو رصد میکنه ببینه برای کارهای مختلف چقدر تمرکز لازمه، مثلا برای تایپ کردن. این آزمایش هم برای اینه که ببینه وقتی لپتاپ رو باز میکنم چقدر به عضلام فشار میاد. اگه از من میپرسیدی میگفتم مگه چقدر زور میخواد لپتاپ رو باز کنی، ولی ظاهرا موضوع خیلی مهمیه. برای اینکه مشخص شه چقدر زحمت میکشم یه سیم به ضخامت یه تار مو توی دستم کار گذاشتن و فعالیتم رو رصد میکنن. بعد میرسیم به گوش. مایکروسافت هم مثل اپل و آمازون و سامسونگ داره گوشی به اصطلاح هوشمند تولید میکنه. با این گوشی ها بجز اینکه میتونین بشنوین، میتونین با اشاره دست با کامپیوترتون هم ارتباط برقرار کنین. اینها یه تعداد کمی از کل نمونه هایی که ساختیم تا طرح این گوشی ها تکمیل شده. راه درازی بود، فکر کنم 3 سالی طول کشید. هزارها گوش رو اسکن کردیم و اطلاعاتش رو ثبت کردیم. ضمن اینکه روی گوش آدم ها هم امتحانش می کردیم. شما همه داده های دنیا رو هم که از اسکن گوش ها داشته باشی، دست آخر باید نمونه رو بسازی و بذاری توی گوش مردم ببینی چطوره. خلاصه اینکه صدها نفر باید از این در بیان تو و این رو بذارن توی گوششون و نظرشون رو به ما بگن تا ما بریم سراغ ساخت نمونه بعدی.
اما راز بزرگ مایکروسافت در برنامه نیویورک این دوتا دستگاه تاشو بود، سرفس نئو و سرفس دوو. نئو عملا دوتا تبلته که چسبیده به هم. سیستم عاملش هم یه نسخه مخصوص ویندوزه که جوری طراحی شده که روی دو صفحه یا روی هر یک از صفحه‌ها به طور مستقل کار کنه. دوو هم عملا دوتا گوشی هوشمنده که به جای ویندوز با اندروید گوگل کار میکنه. اینجوری کار اضافی خیلی کمتر میشه. روی یه صفحه مرورگرم بازه، یه طرف با اج مشغولم، طرف دیگه هم ایمیلم بازه، یا تقویم یه طرف بازه، ایمیلم یه طرف دیگه. ساختارش طوری طراحی شده که واقعا بهره وری میره بالا و احساس میکنی از زمانت بهتر استفاده میکنی. این دستگاه سالهاست پروژه محبوب مدیر محصولات مایکروسافت، یعنی آقای پانایه. خودش خیلی به پروژهش دل بسته است. البته این دستگاه تا سال دیگه به بازار نمیاد. ایرادات جزئی داره که باید تا اون موقع درست کنم. ایمیلم رو اینجا باز میکنم، از قلم استفاده میکنم. کلا با قلم یکم بهتر کار میکنه. رویکرد مایکروسافت با بقیه رقبا فرق داره. مثلا گلکسی فولد سامسونگ که به بازار هم اومده در واقع یه صفحه داره که وسطش لولاست. هرچند بعضی کاربرها اعتراض کردن که صفحه نمایشش چندان قابل اطمینان نیست. مایکروسافت پیش از این هرگز در یک سال اینقدر سخت افزار جدید ارائه نکرده بود. در واقع یک خط جدید در حاشیه کسب و کار اصلیش را انداخته که هنوز 10 سال نشده سالی بیش از 5 میلیارد دلار برای مایکروسافت سود داره. ما اولین شرکتی بودیم که محصول دو در یک تولید کردیم. همه فکر میکردن شدنی نیست. بعد حتی دسکتاپی ساختیم که میشه توی استودیو مثل بوم ازش استفاده کرد. همینطور هولولنز که عملاً دنیای دیجیتال و فیزیکی رو یک جا جمع میکرد. و همچنان در حال ابداعیم. باورمون اینه که این محصول دو صفحه‌ای برای همه چیزهایی که این روزها مهم شده عالیه. چه بهره‌وری، چه خلاقیت و البته استفاده از قلم. اینکه یه تیم یه طرف باشه و همزمان بشه یادداشت برداشت. این موقعیتیه که هر روز در محیط‌های کاری پیش میاد. صفحه‌های تاشو سامسونگ که کار میکنه ولی مشکلاتی هم داره. هواوی هم کم و بیش همینطوره. آیا مایکروسافت هم میخواست همون کار رو بکنه یا از اول مسیر دیگه ای رفتیم؟ ما مسیر دیگه ای رفتیم. راستش من خودم سامسونگ فولد هم استفاده کردم. وسیله خیلی قشنگه. ما برای تهیه نرم افزار با سامسونگ همکاری نزدیک داشتیم و به نظرم محصول اونها هم ابداع واقعا جالبیه. اساسا من هر وقت کامپیوتر جدید با دستگاه‌های پردازشگر جدید ساخته میشه ذوق میکنم، چون فکر میکنم دنیا به این محصولات نیاز داره. یکی از مصارف اصلی همین کارهای روزمره است. سر زدن به سایت ها، خرید کردن، فیلم و ویدیو تماشا کردن. همه ما، من و شما، همه این کارها رو میکنیم. ولی خب خلاقیت هم مهمه و البته بهره‌وری. ما دنبال چنین توازنی هستیم و میتونم بگم در 10 سال گذشته هدف بیشتر همون کارهای روزمره بوده تا خلاقیت. حالا قصدمون اینه که این یکی کفه ترازو رو سنگین کنیم. و حالا وقتشه که بریم سراغ علیرضا واصفی که نگاهی انداخته به بازی کنترل. فضای بازی کنترل شبیه یک کابوسه. کل بازی یه روایت پیچیده و چند لایه از جنگ درونی یه ذهن پردرد و خسته و زخمیه که همش در حال جنگ. یه جنگ درونی توی مغز جسی. جسی دختریه که توی بچگی با برادرش توی ماجرای گرفتار میشن. خودش فرار میکنه اما برادرش رو جا میزنه. داستان بازی از جایی شروع میشه که جسی وارد ساختمون اسرارآمیزی میشه که برادرش رو پیدا کنه و نجاتش بده. ساختمون پر از جک و جونورای عجیب و غریبه که نیرویی به اسم هیس اونا رو در کنترل داره. تو برای جنگیدن با اونا یه جورایی فقط یه اسلحه داری که کلی کار انجام میده. هم لانچر میشه، هم فیوژن، هم شاتگان. تا دلت بخواد اما قابلیت‌های عجیب و غریب داری. مثل معلق بودن توی فضا، پرت کردن اجسام، تبدیل دشمنات به یه یار کمکی، جا خالی دادنه آکروباتیک و یهویی. محیط پیچیده بازی باعث می شد من کلی از وقتم و همش تو راه باشم و دنبال یه سوراخی بگردم که منو برسونه به مأموریتم. نقشه ابتدایی بازی هم خیلی بهت کمک نمی کنه.
نقشه این بازی نقشه دو بعدیه، یعنی یه طول داره یه عرض، ولی کلی از اتفاقات داره توی ارتفاع و محور زد میفته. یعنی شما توی نقشه میبینید که اینجا نقطه ماموریتتونه، ولی برای اینکه بفهمید کدومی که از این طبقه باید تشریف ببرید از روی نقشه هیچ راهی نداره. زبان بصری این بازی این فیلم‌های روشنفکری یه روال سخت‌تری نسبت به بازی‌های معمول داره. یه دنیای خاکستری با دیوارهای بلند سیمانی و شکل‌های پیچیده که علت دوام مشغول عوض شدنه. خیلی خبری از تصاویر باشکوه و دلفریب و چشم نواز نیست. اینکه باید داستان بازی رو دائما تو ویدیوهای مثل این دنبال بکنیم هیجان و جذابیتش رو خیلی کم میکنه. حتی توی کاتسینا هم خبری از جذابیت بصری یا داستانی یا تغییر سکانس نیست. اغلب یه گفتگوی دو نفر است توی یکی دوتا قاب تصویری ثابت. اگه با کنسول بازی کنید صورتها بیروح صاف و بدون جزئیات تصویری هستند، ولی روی پی سی قضیه از زمین تا آسمون فرق میکنه. گرافیک نسخه پی سی این بازی خیلی بالاست، اونم به خاطر سازگار بودن با چند تا از آخرین استانداردها و تکنولوژی‌های گرافیکی شرکت انویدیا است. انویدیا یکی از معتبرترین شرکت‌های سازنده کارت‌های گرافیکی. بخش عمده‌ای از کیفیت بالای این بازی روی پی سی رو این 5 تا گزینه اینجا مشخص می‌کنه که با خاموش کردن و روشن کردن هر کدومشون شما یه بخش عمده‌ای از کیفیت تصویرتون رو بهش اضافه می‌کنید یا ازش کم می‌کنید. این گزینه‌ها همگی مربوط به تنظیمات انعکاس، بازتاب و سایه‌ها توی بازی هستند. مثلا یکیشون که خیلی جالبه باعث میشه بتونیم همزمان هم پشت شیشه رو ببینیم و هم انعکاس محیط توی شیشه رو. البته دقت بکنید که کارت گرافیکتون هم باید سازگار با RTX باشه، همون Ray Trace Reflections. رمدی شرکت فلاندی معروفی که این بازی شوتر سوم شخص رو با این داستان غیر معمول و پیچیده ماورا و طبیعی درست کرده کلی نمره های بالا از منتقدهای معروف گرفته. این بازی برای من مثل وقتی هستش که میری یه نمایشگاه یه تابلو معروف میبینی که همه واسطان دارن ازش تعریف میکنن، تو هم وامیسی 3 ساعت نگاش میکنی ولی تهش هیچی نمیفهمی. منظورم اینه که این بازی هم این همونه، یعنی این همه تعریف و تمجید لزوما نمیتونه ضامن لذت بردن شما از این بازی بشه. کیت راسل دسترسی ویژه پیدا کرد به دریم ورکس استودیوز تا با نگاهی به آخرین محصول این شرکت، یعنی فیلم انیمیشنی نفرت انگیز، از شیوه ساخت پویانمایی همون انیمیشن سر در بیاره. Of course. Really? No. شرک، کونگ فو پاندا، چگونه اژدهای خود رو تربیت کنیم. اینا چند تا مثال از کارهای استودیوی پویانمایی دریم ورکس. Hey, what are you doing out here? Someone's gonna see you. آخرین کارشون هم به اسم نفرت انگیز هفته گذشته در آمریکا اکران شد و در صدر پرفروش‌های آخر هفته قرار گرفت. هرچه تکنیک‌های پویانمایی پیشرفت می‌کنه، زمان ساختن این فیلم‌ها هم به طور نمایی رشد می‌کنه. مثلا جناب شرک رو در نظر بگیریم. شرک اصلی سال 2001 حدود 6 ترابایت داده داشت و پردازشش حدود 5 میلیون ساعت طول کشید. برای انیمیشن نفرت انگیز حدود 150 ترابایت حافظه لازم داشتیم، یعنی آرشیو و 150 ترابایت دیگه هم فضای موقتی برای شبیه سازی افکت ها و داده های دیگه. در نهایت معادل 181 میلیون ساعت رندر کردیم. کار نفرت انگیز 7 سال پیش شروع شده، اما چرا اینقدر طول میکشه که یه طرح از روی کاغذ به پرده سینما برسه؟ ساختن فیلم پویانمایی فرق چندانی با ساختن فیلم واقعی نمی‌کنه. تمام جزئیات کار با دوربین که توی فیلمبرداری واقعی هست الان در پویانمایی هم اعمال میشه. قبل از این همه کار رو دوبعدی می‌کردیم. دوربین رو ثابت می‌ذاشتیم بالای میز و همه تصاویر روی کاغذ حرکت می‌کرد. ولی با این فناوری‌های جدید دوربین عملاً توی نقاشیه و دوربین رو توی نقاشی حرکت می‌دیم و می‌رسیم به شخصیت داستان.
کل دنیای فیلم رو باید اینجوری بسازیم. موقعی که شرک اول رو میساختیم، نور یه صحنه رو درست میکردی، بعد صبر میکردی رندرشه ببینی چه شکلی شده. بعد یه تغییراتی میدادی و باز مینشستی تا رندرشه ببینی چی شده. الان این چرخه آزمون و خطا که برای هنرمند خیلی مهمه، کلی پیشرفت کرده. مثلا این الان رندر اینتراکتیو نور ماهه. و همونطور که میبینین، من میتونم شخصیت رو جابجا کنم، جای دوربین رو عوض کنم و حتی نور محیط رو عوض کنم و وقتی این کار رو میکنم، بازخورد تقریباً بلافاصله است. همونجا میبینم چه شکلی شده. اما زمان کل کار بیشتر شده. به همین خاطره که زمان کل رندر هم خیلی بیشتر شده، چون نورپردازیمون به مراتب پیچیده تر شده. خلاصه اینکه طرز ساخت فیلم‌های پویانمایی در یکی دو دهه اخیر زمین تا آسمون فرق کرده. هر چی داده بیشتر باشه، یعنی جزئیات بیشتر داریم. این صحنه بین 120 تا 220 فریمه. یعنی حدود 4 متر انیمیشن. یعنی حدود 2 هفته طول می‌کشه تا یه انیماتور با طراح آمادهش کنه. فناوری برای اینکه هنرمند تصویر ذهنیش رو واقعی کنه خیلی مهمه، ولی خیلی وقتا روح کار مستقیما از طبیعت میاد. مثلا این ماهی‌های توی حوضچه جلوی دریم ورکس رو ببینین. صحنه محشر دعوای ماهی‌ها توی فیلم رو با الهام از این ماهی‌ها ساختن. این هم تصویر نهایی. واقعا گل کاشتین. نتیجه کارشون هر چی هست نفرت انگیز نیست. Guys, what are you doing up here? Hey, get away from her. Okay, I'm calling the police. He's not dangerous. Look at him. He's a yeti. به پایین برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی. این برنامه و برنامه‌های پیشین رو تماشا کنید. همشون اونجا در دسترس هستن. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk یا از طریق توییتر با شناسه @persianclick. نظر، پیشنهاد، انتقاد از این طریقا میتونید به دست ما برسونید. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.